بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی صمیمانه دارم خدمت شما عزیزان مخاطبان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی حضرت آیت الله هاشمی رفسنجانی. چنانچه خاطر شریف شما عزیزان باشه، ما بحث اعتدال رو در قرآن بر محوریت فرهنگ قرآن آغاز کرده بودیم. گفتیم حضرتشان در فرهنگ قرآن از آیات مربوط به اعتدال 52 عنوان رو آورده اند که از جمله امروز به این عنوانی که مرقوم فرمودن در کتاب شریف فرهنگ قرآن میپردازم. اعتدال در خلقت انسان. اساسا محور مباحث قرآن انسان است و در مجموعه آیات خداوند متعال از شگفتی های آفرینش انسان و منزلت انسان و وسائل و عوامل تکامل دهنده انسان خداوند مطرح کرده، تا اونجایی که اگر از این عوامل استفاده کنند می توانند به مقام خلیفت اللهی و تسخیر نظام هستی برسند و دست بیابند. در تفسیر فرهنگ قرآن در مورد اعتدال خلقت انسان معظم الله 5 آیه رو آورده است که در 4 آیه واژه سوا آمده و در 1 آیه جمله احسن و تقویمن. در المنجد مراجعه کردم، برای سوا چند معنی آورده شده، از جمله استوار، برابر، هموار و در جمله ای چنین آمده که استوى الشيء، معتدل و برابر و راست شد، اینطور معنا کردن. بنابراین در آیات پنجگانه با واژه سوا خداوند خلقت انسان رو بر اساس اعتدال و استوار و برابر آفریده. در سوره مبارکه کهف آیه 37 می‌فرماید اکفرت بالذی خلقک من تراب ثم من نطفه ثم سواک رجلا، آیا به خدایی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفریده و سپس تو را مردی کامل و معتدل قرار داده کفر می‌ورزی؟ و در سوره انفطار آیه 7 و 6 آمده یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، ای انسان چه چیز تو را در برابر پروردگار کریمت مغرور ساخته است؟ همان خدایی که تو را معتدل
و منظم آفرید و سامان بخشید. و بالاخره در سوره مبارکه تین می‌فرماید لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ما به یقین انسان را در بهترین صورت و نظم و اعتدال آفریدیم. یادآور می‌شوم قرآن شریف انسان را اشرف مخلوقات بیان می‌کند که خداوند او را اشرف مخلوقات آفریده و خلق کرده است و در ضمن او را سرآمد و سرور بر کائنات آفریده است و رابطه انسان را با طبیعت و دیگر پدیده های خلقت بر مدار عدل و اعتدال قرار داده. لذا بین انسان و دیگر مخلوقات مشترکاتی وجود دارد که در صورت کشف و دریافت آن راه تسخیر و تسلط انسان بر طبیعت و اجزاء هستی میسور می شود. لذا در سوره بقره آیه 29 از آفرینش هفت آسمان و استواری و اعتدال آن فرموده است ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات. و در سوره مبارکه نازعات آیه 27 و 28 می‌فرماید اانتم اشد خلقا ام السماء بناها رفع سمکها فسواها. آیا آفرینش شما دشوارتر است یا آسمانی که او برپا کرده است، سقفش را برافراشت و آن را به اندازه معین و معتدل درست فرموده است؟ با توجه به آن چه گذشت، انسان این مخلوق ممتاز و مدرک و صاحب اندیشه و خرد قدرت صعود به طبقات آسمان را خداوند متعال برایش میسور و ممکن می داند به خاطر موزون بودن این نظام هستی و اعتدال خلقت انسان و رابطه معتدل انسان و رابطه انسان با جهان و دیگر از موجودات نظام هستی. و السلام علیکم و رحمت الله.